بکنه. من سربر به فایل میرم و گزینه اد فایل و به سراغ پوشه فایل های زمیمه. ابتدا یک تصویر که تصویر ابری هست رو اینجا اضافه میکنم و بعد از اون به فونتی که نیاز داریم خواهیم رفت و اون فونت رو هم به پروژه از پوشه فایل های زمیمه این فونت رو انتخاب میکنم. خب تمام فایل جانبی که نیاز داریم رو اینجا من قرار دادم. خب بریم سراغ تصویر. من ابتدا نامی که مد نظرم هست رو براش قرار میدم، نامش رو قرار میدم IMG، لوگو نامش. خب تنظیمات دیگه ای که داره، نام خود چه فایل رو استفاده بکنه که من اون ابره رو بهش میدم. خب مکانیتش در صفحه رو من تعیین میکنم. اینجا میگم IMG logo dot set left and right با این اسکریپتی که اینجا می‌نویسم مشخص میکنم در کجای صفحه قرار بگیره. من میگم از 25% x تا 75% x و از اون ور dot set top and bottomش، یعنی از لحاظ بالا و پایین بودن، از 15% y تا 40% y قرار بگیره. ران میکنم، میبینید که در اینجا به این صورت فیکس میشه. خب دوستان ممکنه از دوره های ابتدایی سوالی براشون پیش اومده باشه که این قسمت کلن چی هست، این قسمت مربوط به اسکریپتی که اینجا میبینید. ببینید دوستان، در اندروید ما توی گوشی های مختلف صفحه نمایش ها متفاوتن و اون چیزی که شما توی یک گوشی با صفحه نمایش 4 اینچ می‌بینید کاملا متفاوت از اون چیزی که در صفحه نمایش 5.5 اینچ یا بیشتر خواهید دید یا توی تبلت ها. برای همین منظور ما برنامه نویسا وقتی که میایم برنامه‌ای رو طراحی می‌کنیم برای اینکه توی تمامی گوشی‌ها به یک شکل دیده بشه و ظاهرش زیاد تغییر نکنه، نیاز به این داریم که بیایم بر اساس یک سیستم خاصی این آیتم‌ها رو در داخل صفحه قرار بدیم و اون چینش لی‌آوت های ما به هم نخوره. برای همین موضوع از قاعده درصد استفاده میکنن، یعنی شما میان هر گوشی که باشه بر اساس نسبت هایی که طول و عرض اون داره مکاندهی خواهد شد آیتم ها. و در اینجا این تصویر میگیم که از 25% تا 75% ایکس، یعنی این قسمت، و ایگره این قسمت قرار بگیره و ایگرگش هم 15% تا 40% ایگرگ. حالا هر چقدر میخواد این صفحه کوچیک و بزرگ باشه، طول عرضش دیگه مهم نیست. خود برنامه میاد تقسیم میکنه به 100 قسمت، از قسمت 25 تا 75 اون براش اختصاص میده و به همین صورت برای سایر آیتم ها. خب برای مکاندهی آیتم های دیگر رو هم انجام بدن. خب لیبل بعدی یا اون برچسبی که هست نامش رو قرار میدم LBL title و سایز فونت رو روی 17 قرار میدم، مکانیتش رو روی سنتر یا مرکزی و فونتش رو هم که فونت مربوطه قرار میدیم. رنگ متن رو من یک رنگ کلی برای کل برنامه در نظر گرفتم، 0151/160 یک رنگ به این صورت هست، اون رو قرار میدم. و متنی که قراره که در داخلش بشه، متن رو هم اینجا قرار میدم، هواشناسی فرادرس. خب اینجا قرارش میدم و دیگه نیاز به آیتم دیگه ای نداره. مکانیتش رو در صفحه تنظیم بکنید. خب به این صورت میگم lbl.title.setLeftAndRight، مکانیتش از 20% x تا 80% x. توی طراحی همه چی دست خودتونه، یعنی به سلیقه خودتون نگاه بکنید و به درصدهایی که من اینجا میدم زیاد پایبند نباشید. من با یک سیستم خاص رو میخوام صفحه‌مو طراحی کنم، شما دوست دارید به یک شکل دیگه ای بشه و اینو کاملا دلخواه هستن. خب 40% ایگرگ تا 50% ایگرگ. خب میبینید مکانیتش قرار شد. توی شبیه‌ساز هم میتونیم فعلا ببینیم. حالا این رو کاملش میکنم و مورد آخر که اون کتابخونه لودینگ ما هست. کتابخونه لودینگ ما نیاز به تنظیمات خاصی نداره این کتابخونه و تنها چیزی که هست، من فقط رنگی که براش انتخاب میکنم رو همون رنگ پیش‌فرض خودمون قرار میدم و سایز متنش رو هم یکم بیشتر میکنم، مکانیتش رو هم رو حالت وسط. باقی مواردش رو نیاز نداریم، فقط بیایم مکانیتش رو در صفحه تنظیم بکنیم. خب به این صورت
mi mi nếu mi không ăn mì chính hạt nêm mi nếu giảm trí nhớ nó mi ăn cái hướng dương nó không giảm à, keo não lại không giảm trí nhớ à, ăn bùa mẹ không biết gì mẹ cứ nói linh tinh. Hướng dương ăn có omega 3 cái gan cồn chứ mà hổ nó có mà chăm sóc cho tần tơi thì thành nhà bác nhà bác trưởng đi quay tiếp cháo lá mì rồi tần bóp mì nó không bóp nó đi sạch được chứ mì ăn hết rồi bóp một miếng mắm bóp miếng mắm sạch mẹ cháu con nuôi mẹ cháu bạn bóp miếng mắm sạch mà bóp